حال خوشحالم که در برنامه امروز من عمیانان گرامی صحبت میکنم با خانم هنگامه افشار. خانم افشار درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی گرامی. پس با این حساب من ریتینگم باید از شما بگیرم از سالا به بعد، چون هیچ آماری نیست که وسیله ای نیست که ما ریتینگ داشته باشیم به قول امریکایی ها ببینیم چه تعداد نگاه میکنن. خیلی از شما من شاهد زنده شم خانم افشار، من شاهد زنده هستم که شما کسانی که به من زنگ زدن، برای من ایمیل فرستادن، به تلویزیون پارس زنگ زدن، نشون میدید که برنامه شما بسیار برنامه پرشنونده و پربیننده است. مرسی عزیزم، خیلی از شما سپاس دارم. آقای فرجی، بار قبلم در ارتباط با اینکه ما چقدر کمبود زن داریم در رسانه های لس آنجلس میتونم بگم، خیلی. در واقع شاید دیداری تلویزیونی، اما خب این قاعده در اروپا عکسه، به این ترتیب که گروه های چپ مستقل دخترها در اروپا فعالتر هستن و فعالیتشون لزوما جلو رادیو تلویزیون نیست. اینها در اتحادیه اروپا پشت در سازمان های حقوق بشری و واقعا کار انجام میدن. این حالا لزوما همه خانم هم نباید جلو تلویزیون باشن یا روبرچه بسا که کسانی که نیستن بیشتر کار انجام میدن. آقای فرجی شما باور میکنین من چه تعداد تلفن میگیرم از زنان نازنین در سراسر دنیا که به طور انفرادی کمک میکنن، یا به کودکان نیازمند، یا به پناهندگان نیازمند. از خودشون هم بی نیاز نیستن ولی کن قسمت میکنن آنچه که دارن و به هر حال ساکت نیستن، هرچند که اگر صداها شنیده نمیشه. خانم افشار، شما خب میدونید که من تجربه کار تلویزیونی دارم، بسیار مدت مدیدی دیگه 47 سال من این کارو میکنم. ببینید، به عقیده من تو چند موضوع هست که میتوانه یک برنامه رو خیلی مورد توجه مردم قرار بده، حالا چه رادیویی و چه تلویزیون. اولیش اینه که اون کسی که صحبت میکنه تجربه کافی داشته باشه در اون کاری که انجام میده. دوم از اون اعتقاد داشته باشه به اون کارش، فقط انجام وظیفه نکنه، فقط نیاد برای اینکه یه برنامه‌ای داشته، که متاسفانه ما در این بین این تلویزیون‌های لس آنجلس خیلی زیاد می‌بینیم. و مهمتر از همه صاحب یک سبک و یک برنامه جذاب و جالب باشه و اشراف داشته باشه بر اون مسائلی که با یک، فرض کنید یک آدمی که میاد متخصص در امور، فرض کنید مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، بتوانه سوالاتی که مطرح کنه که اون طرفی که اون متخصصی که آمده بتوانه کاملا دستش باز باشه پاسخ بده. من متاسفانه خیلی کم دیدم در این لس آنجلس، همونطور که شما به درستی در لس آنجلس اشاره کردید. برنامه شما، من بدونی که بخوام مجیزگویی بکنم، خودتون میدونید که، ولی برنامه شما بسیار برنامه جذابه. من خودم باور کنید خیلی از موارد راجع به مسائلی که قرار مثلا فردا در برنامه هم صحبت بکنم، وقتی برنامه شما رو نگاه میکنم یه مقدار الهام میگیرم، برای که شما رو میبینم که جلوتر از اون چیزی که میخوایم راجع به زنان پرس کنیم صحبت بکنیم، شما در این مسائلی رو مطرح میکنید که تا اون موقع من کمتر آگاهی داشتم و اینا بسیار جالبه و مقتنم این موقعیت برای تلویزیون پارس. و من خوشحالم که خانومی در سطح آگاهی های شما در تلویزیون مردانه پارس همکاری میکنه با این تلویزیون. حالا خانم افشار عزیز، من سوالم رو به این شکل مطرح میکنم. ببینید، من گفتم در برنامه امروز ما منابعی که بتوانیم برای تلویزیون پارس از اون منابع مالی استفاده کنیم برای اینکه این تلویزیون بتونه روپای خودش بند باشه به اصطلاح، خیلی کم داریم. یا باید از طریق آبونه‌هایی که به اصطلاح از طریق کیبل ها یا جای دیگه گرفته میشه، مثلا در اروپا اینطوریه دیگه، شما اگر پولی نپردازید بابت تلویزیون و رادیو که ازش استفاده میکنید، دستگاهایی هست که میان کنترل میکنن، بعد شما رو جریمه‌های سنگین میکنن. ما نه این قسمت ها رو داریم، نه حاضریم که روی این کارا به اصطلاح عملیات انجام بدیم. ولی واقعیتش اینه که مردم بایستی که یک تلویزیونی رو که برنامه‌هاشو میپسندن، مورد علاقه‌شون هست، اون کسان برنامه سازایی که در اون تلویزیون هستن اونها رو مورد تایید قرار میدن، به یه نحوی در حقیقت اون تلویزیون رو همیاری کنن، کمک بکنن، آبونه بهش بپردازن.
من نمیدونم، من در مورد این مسائل خود تو میدونید من همیشه اصلا دوست ندارم بیام میشینم جلو دوربین هی به مردم بگم آقا به این تلویزیون کمک کنید. نه کار من این هست و نه علاقه ای دارم. ولی من شاید شما تجربه دارید تو این موضوع که در مورد زنان میهنمون میگم. چه چیزی میتونه این زنهای میهن ما رو تشویق کنه، خانواده رو، چون نقش زن در خانواده خیلی بالاست، تشویق بکنه که به این تلویزیون به این نحوی همیاری برسونه؟ چه ایده جدیدی به نظر شما میرسه در این مورد؟ آقای فرجی عزیز، چند شب پیش ما یک گرد همایی بانوان داشتیم، ماهی یک بار در، میدونی که من ساکن دالاس تگزاس هستم و خانوم ها دور هم جمع میشیم، هیچ صحبت های مختلف اجتماعی، هنری، سیاسی، و اتفاقا این موضوع مطرح شد و مطرح شد چند تن از روزنامه‌نگارانی که سخت نیازمند هستن و اینها از من سوال میکردن که چرا مردم کمک نمیکنن، آیا پولدارها کمک میکنن، چجوری میشه به اینا کمک کرد، چرا ما خیلی قصه میخوریم که فرضاً آقای حسین مهری افتادن در بیمارستان و مدت هاست ما صداشون رو نمیشنویم یا دیگران. من گفتم که آیا شما هرگز خودتون به طور انفرادی به این فکر افتادین که تلفن رو بردارید فرضاً با آقای مهری زنگ بزنید بگید 10 نسخه از کتاب 100 مقالت رو برای ما بفرست و ما بابت این به شما پرداخت میکنیم و شما این رو تقسیم کنیم بین خانوم ها؟ یه حالت مثل این که این صحبت مال اونا نبود، این وظیفه اونها نبود، یه فکری بود که تازه در مغزشون گذاشته شده بود، نمیدونستن. من فکر میکنم خیلی ها نمیدونن، میخوان، نمیدونن چی شکلی کمک کنن، فکر میکنن یا کمکی که میخوان بکنن حقیرانه است، حتما چون دستگاهی هست به هر حال تحت تاثیر صحبت ها قرار میگیرن، این کمک ها باید درشت باشه، باعث شرمچاری است، یا دسترسی ندارن. چجوری میشه تلفن پیدا کرد؟ خیلی ساده است که هر کس اگر به طور انفرادی، اصلا فکر نکنه که دیگری وجود داره، میلیونری وجود داره، سازمانی وجود داره، مگر این کانال های آموزشی خود امریکایی چه کار میکنن؟ نه شیوه میکنن، شیون میکنن، نه ناله میکنن، نه زاری میکنن، فان ریزینگ میذارن، برنامه میذارن و بین برنامه از شنوندگانشون خواهش میکنن. اونها هم میدونن وظیفه خودشون رو، یعنی خیلی ها بدون این که بهشون گفته بشه این کمک رو انجام میدن. حالا چرا ما اینجا با مشکل مالی برخورد کردیم یا مشکل مالی داریم؟ من که نه در امور مالی پارس هستم نه حتی شما، ما فقط اینجا برنامه ارائه میدیم، ولی که میدونیم که هزینه ها بالاست و میدونیم که اگر مدیر تلویزیون زیر فشار نبود هرگز ماها رو زیر فشار نمیگذاشت که بیان و برخلاف خواسته خودمون که نمیدونیم چگونه تقاضا بکنیم از مردم، بگیم مشکل این هست. پس مشکل وجود داره. چگونه؟ خیلی راحت عزیزم، یک شیوه قدیمی وجود داره آقای فرجی. شیوه قدیمی میدونین در رادیو تلویزیون های لس آنجلسی چیه؟ نه. برنامه گذار میاد میگه اگر ندین بهتون میگم چه اتفاق میفته، مثلا 10 ثانیه بلک میکنن تصویر رو، بعد یه دفعه صدای سخنران میاد میگه دیدید اگه پول نبید این اتفاق میفته ها، دیدید اگر نگه این میشه ها، کمک کنید، کمک. خب این شیوه های کهنه یه مدت کار میکرد که اگر ندید بسته میشه ها، و هر چقدر مردم کمک میکردن باز تهدید، باز نه. من فکر کردم این شیوه های اتفاقا بیشتر مردم رو دور نگه میداره، چون هیچ کس دوست نداره به آدم ضعیف کمک کنه. اصولا بشر ضعیف کشه، طبیعت بشر از آدم ضعیف خوشش نمیاد، حتی اگر اون ضعیف باشه دوست داره، دوست نداره اون رو سرفکن ببینه، دوست داره اون رو سرفراز ببینه. پس روحیه‌ای که در تلویزیون پارس میتونه وجود داشته، من نگاه نکردم زیاد، برای تقاضای خواسته پشتیبانی از مردم، نباید با نوعی دل سردی
سرفگندگی، دلمردگی باشه، چون هیچ کس حوصله نداره. این رو باید گفت که این تلویزیون الان یکی از شاخص‌ترین شبکه‌های ایرانی در سطح جهانه. یعنی در سطح جهان هر کس که هر جا ساتلایت داره هاتبرد رو میتونه بگیره. و خودتون میدونین ما یک سال در نقطه قرار گرفتیم از هاتبرد که امکان نداره جمهوری اسلامی بتونه ما رو بزنه. چرا؟ فکر میکنم بین چند کشور عربی قرار گرفتیم که اگر بخواد پارازیت بندازه بر روی تلویزیون پارس، اونها میخورن و رابطه سیاسیش با اونها به هم میخوره. پس به همین دلیل چون جامون بسیار شاخصه، بسیار جای محکمی هست، میزان پرداخت آقای شجره بیشتره و من شنیدم حتی VOA Voice of America و BBC هم چنین نقطه ای رو در هاتبرد ندارن. بله. و چه بسی که نمیدونم شاید این تصادفی که به دست آقای شجر افتاده. خب پس ما جایی که هستیم یک نقطه عطف تاریخی است. اینی که 74 میلیون ایرانی میتونن نگاه کنن، نه اینکه همزمان دارن نگاه میکنن. اینی که میلیون ها نفر در افغانستان فارسی زبان، هموطنان افغان که میدونید الان من طبق اطلاعاتی که دارم 30% در افغانستان ساتلایت دارم و برنامه های فارسی خود افغانستان بیشتر گرایش های مذهبی یا خانم ها مسائل خیلی خیلی ابتدایی اجتماعی و اونها مسائل سیاسیشون با ما قاطی شده و نسل جوان افغانم داره پا به پای منطقه و ایران پیش میره. پس این برنامه های تلویزیون پارس که سیاسی است میتونه مورد توجه جوانان افغان هم قرار بگیره. ما نه تنها میتونیم بر روی جوانان ایران، ذهن جوانان را تحت تاثیر بگذاریم، که بر روی ذهنیت جوانان افغان هم. از سوی دیگر تاجیکستان هم فارسی زبان. خب در تاجیکستان هم هر کس ساتلایت داشته باشه و خود من گاه برنامه افغان نگاه میکنم، میخوام ببینم اون همزبانان هم چی میگن، ولی خب بیشتر اوقات مطابق میلم نیست، چون قدری شاید حرکت های ما جدیتر هست تا اونها، یا وحشت نداریم، مراحلی رو گذروندیم. و بعد شمال عراق آقای کردها شما نمیدانید چه میزان نگاه میکنن. پس ما به راحتی میتونیم بگیم در حال حاضر تلویزیون پارس حداقل میتونه 100 میلیون بیننده فارسی زبان داشته باشه، اگر حداقل اگر نه در یک لحظه ولی در دفعات مختلف. پس اگر این برنامه ها پربارتر بشه، اگر روحیه برنامه گذارها قوی تر بشه، اگر مدیریت تلویزیون بتونه اتاق فرمان رو خوب نگه داره همون گونه که بود، محیط اداری رو خوب نگه داره همون گونه که بود، اشکالات فنی تکنیکی که به وجود میاد درگیر مالی نباشه و مجبور نشه به قول خود تلویزیون پارس که سالی 100,000 دلار خرجش هست، این خرج رو مجبور بشه بره رو تلستار 12 یا یوتلسات، واضح هستش که این تلویزیون میتونه کارساز باشه. صحبت‌های شما، گزارش‌های شما بیشتر میتونه شنیده بشه، چون در ایران مخزی نیست از درون و میدونیم که چقدر حک میکنن اینترنتو، میدونیم که رسانه‌های دیگری هم هستن که صداشون میرسه به گوش مردم ایران، اما شاید تلویزیون پارس یکی از معدود تلویزیون‌ها هست که میتونه به طور اجماع اطلاعات بده به ایران آنچه در درون رهبری میگذره. من یکی برنامه الالی که برنامه شما رو دوست دارم، شما آخرین گزارش های داخل بیت رهبری رو میدید و مردم تشنه این قضیه هست که بدونن، چون تمام اخباری که به اونها میدن دروغه یا به گوششون نمیرسه. خب شما هفته 4 نوبت یا خودتون به طور انفرادی یا با میهمانانتون دارین گزارش میدید. آقای مشیری یک تاریخ شناسه، یک محقق تاریخی. من نمیخوام اصلا
واقعا تبلیغ برایشون بکنم، ولی من در اداره ایشون هستم، در مسئول دفتر ایشون هستم و میدونم چه قیامت و چه قوقایی در ایرانه وقتی برنامه های ایشون هست. برنامه های دیگر تلویزیونی حالا مورد پسند من نیست یا من مورد پسند طرفداران اون برنامه نیستم، اما به هر جهت یک تلویزیونیست که خاطرش در تاریخ میمونه و حرکتی که امروز داره انجام میشه در سطح اطلاع رسانی با توجه به شرایطی که در منطقه هست بسیار پربها و پر ارزشه. دیگه من نمیدونم اینجا نمیگیم یه لحظه تلویزیون رو خاموش کنی، اگر کمک نکنی اینطوری بلک اوت میشه. هیچ نه تهدیدی هست، یک تقاضایی و هر کسی این کار رو به روی میل با میل باید انجام بده. خانم افشار نازنین بسیار سپاسگزارم، خیلی صحبت‌های جالب کردید طبق معمول همیشگی، و چی میتونم اضافه بکنم بر صحبت‌های شما؟ اما حرفایی که شما زدید، این مبتلا به این همه ما هست و همه ما این مشکلات رو واقعا باش دست به گریبان هستیم، به خصوص که آقای شجره خیلی بیشتر مسئولیتاش زیادتر و زیادتره. شما خودتون میدونید که نه شما نه مشیری نه بنده نه هیچ کس دیگه، حالا ما از حداقل ما سه نفری که با هم دیگه دائما ارتباط تلفنی داریم، هیچ کدوم ما واقعا دوست نداریم بیام بشیم جلوی دوربین به مردم هی بگیم که آقا برای اینکه برنامه ما رو نگاه کنی بعد به اینجا کمک کنی. نه، من فکر می‌کنم یه وظیفه ملیه، اونم در این شرایط خاص تاریخی. یعنی اصلا این زمان یه زمان عجیب و غریبه خانم افشار نازنین، یه زمانی است که برای کمتر ملتی همچین جریانی پیش میاد که یک حکومت آدمخور عقب افتاده ددمنش حاکم باشه برای یه مردمی که یه فرهنگ غنی دارن و به تمدن جهانی بهشون بدهکاره بابت این همه پیشرفت‌هایی که در گذشته داشتن و فعالیتی که در زمینه‌های فرهنگی و در زمینه‌های ادب و نمی‌دونم فلسفه و شعر و شاعری و مملکت‌داری داشتن. ببینید شما وقتی تاریخ ایران می‌خونید، در زمان هخامنشی پست ما داشتیم، نمی‌دونم اکو داشتیم، این جالبه که اگو داشتیم، ببخشید میگم اکو، این چیزایی که شما راجع به تخت جمشید خونید حیرت، حالا یه همچین به اصطلاح فرهنگی، یه همچین ملتی، حالا باید یه مش روزخان عقب افتاده بیان حاکم بشن بر اونها و یه آدمی مثل دلغه که مثل احمدی نژاد بشه رئیس جمهورش و آدمای دیگه. من الان داشتم یه گزارش می‌خوندم، خانم نازنین پوینده دختر آقای پوینده گفته به من، گفتن اگر می‌خوای گفتن دیه میدهیم، بیا به پول میدیم قاتلین پدر تو ببخش. آدمایی که میگن این قتل‌های زنجیره‌ای در اثر خودسری یه عده در وزارت اطلاعات، اصلا شما میتونید باور کنید بهش علنا گفتن بیا ما دیه بهت میدیم پول بهت میدیم، خیال میکنن همه مثل خودشون هر چیزی مردم قابل خریدنه، گفتن بهت پول میدیم قاتلا رو ببخش. ببینید چقدر اینا واقعا به اخلاق پایدار هستن. بعدم الان نوشته در زمان آقای احمدی نژاد 720 میلیارد دلار درآمد ایران بوده، با وجود این دولت ورشکست است. خب وقتی همچین شرایطی هست خانم افشار نازنین، این شرایط استثنایی در تاریخ میهن ما، پس بنابراین احتیاج هست به تلویزیون ها وسایل ارتباط جمعی که بتوانه این آگاهی ها رو در داخل که نمیذارن مردم متوجه بشن، به قول شما هر کدوم از این برنامه سازا باید ساعت ها وقت بذارن و این خبرها رو از کانال های مختلف پیدا بکنن و به آگاهی مردم برسونن. در اصل سپاسگزارم از شما خانم افشار نازنین که در این برنامه فوق العاده شرکت کردید. آقای فرجی عزیز، پیرو این صحبتی که فرمودید در مورد اینکه دختر آقای پوینده رو با پول میخوان ساکت کنن، اینا سیستمشون سیستم پوله، قدرتشون بر پایه پوله، اعتقادشون بر پایه پوله. الان این لیستی که انتشار داده شده که تمام این اعضا، اینهایی که روزخانهایی که حالا حرف ترخ تکراری 5 تومان میگرفتن و روی صندلی ها میخوندن و صیغه میکردن برای اینکه یک پول گیرشون بیاد، همه در چندین بانک بین 5 میلیون و 200 میلیون و چند میلیارد اصلا سر به فلک میکشه. و جالبه که بانک های عربستان سعودی، مالزی، استرالیا، انگلیس، سوئیس، ترکیه، کویت، دبی و اینها
من نمیفهمم این پول ها واقعا شما وقتی میگن سر سود میکشه، من سرم برای اولین بار سود کشید، صدای سود کشیدن رو شنیدم وقتی که دیدم این پول ملت ایران، پولی که باید بر سر سفره این بچه ها و فقرا باشه، میلیون ها که کفش ندارن. من راجع به تهران و شهرها صحبت نمی کنم چون گزارش های من آینه است از واقعیت های درون ایران و با کمک خود مردمان درون ایران و همین دلیل جذاب هست. زمنان این پول ها تمام در این بانک ها خابیده و یکیش بانک سوئیس. من نمیدونم این بانک سوئیس، فکر نکنم هرگز هیچ پادشاهی، رئیس جمهوری، دیکتاتوری پولی رو اونجا بذاره و پولیش رو پس بده. یک کشور ثروتمندیست داره سرمایه گذاری میکنه رو سرمایه مردمانی که دیکتاتورهاش در اونجا گذاشتن برای روز مبادا، و بعد این روز مبادا نمیاد چون پولهاشون رو فریز میکنن. این کشورها همه رو اقتصاد مردمان ما، این پولها و این ثروتها دارن اقتصادشون رو رونق میدن. خود ما نه چیزی نصیب این آقایون میشه، نه چیزی نصیب مردمان ایران. به هر حال آقای فرجی، من فکر میکنم دیروز به شما گفتم امیدوارم که این آخرین فانریزینگ باشه، چون ما سال یک بار فانریزینگ داریم و احتمالاً تا سال آینده شرایط به این شکل نخواهد بود. چرا؟ چون همه چیز از داخل پوکیده. اینها دشمن همن، اینا به جون هم افتادن، اینا دارن برادر کشی میکنن، رفیق کشی میکنن، اینا از داخل خودشون دیگه به مردم هم کاری ندارن، مردم به کنار، تشنه انتقامگیری از همدیگه دارن، دارن همدیگه رو برای همدیگه پاپوش درست میکنن، دارن سر یک همدیگه رو زیر آب میکنن. و یک چنین نظامی که از داخل پوسیده است، از بیرون جهانی نمیدونم چند سبای دیگه، حتی اگر سیاست جهانی حکم بکنه و بخواد بتونه پا بر جا بمونه، امیدوارم آخرین فاندریزینگ ما باشه، ولی این صدا باید باشه. بسیار سپاسگزارم خانم افشار عزیز از اینی که میدونستم گرفتار بودید، شما باید امروز حتما در یه جلسه مهم شرکت میکردید. خانم افشار، خواهش کردم ازشون که در این برنامه بیان صحبت. سپاسگزارم از شما خانم افشار. سپاس از شما آقای فرجی که روز یک شنبه تون رو گذاشتید و کمک میکنید برای این پشت. ممنونم از شما. سپاس.